مک مکنزی فرمانده قمندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده انتظار می رود گزینه های را در مورد میزان نظارت هوایی و تیاره های بدون سرنشین ارائه دهد که برای تحت نظر گرفتن هرگونه ظهور مجدد شبکه القاعده گروه داعش و سایر شبه نظامیان نیاز می باشد. مقامات آمریکایی که نخواستن نامشان افشا شود به اسوشیت پرس گفتند که این گزینه ها تیاره های آمریکایی را از کشتی های بحری و پایگاه های هوایی در منطقه خلیج فارس مثل پایگاه هوایی الزفر در امارات متحده عربی شامل خواهد ساخت فعالیت این تیاره ها به گفته مقامات میتواند از نظارت دائمی تا حضور حد اقلی باشد از جانب دیگر لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در ملاقات با ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مقر وزارت دفاع موضوع خروج سربازان آمریکایی و ناتو را از افغانستان تا 11 سپتامبر بحث کرد با توجه به تلاش های جمعی ما در افغانستان روند خروج سربازان از آن کشور به خوبی جریان دارد آنچنان که در ماه اپریل در بروکسل تصمیممان را اعلام کردیم که ایالات متحده به تعهدات خود در زمینه همکاری با شرکای حمایت قاطع خود که در حال خروج اند متحد است. قسمی که شما گفتید یک جا به افغانستان رفتیم وضعیت را تنظیم کرده و یک جا آنجا را ترک میکنیم. و این دقیقا همان چیز است که ما انجام میدهیم. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این ملاقات یک باری دیگر بر تداوم همکاری این پیمان با نیروهای امنیتی افغان پس از تکمیل خروج قوا تاکید ورزید اکنون که حضور نظامی من را در افغانستان به پایان میبریم با حضور غیر نظامی من در افغانستان به فراهم کردن حمایت من ادامه میدهیم این حمایت شامل تداوم تمویل بودجه به نیروهای امنیتی افغان و همچنان احتمال فراهم کردن آموزش سربازان افغان را در بیرون از افغانستان بررسی کرده و البته در هر سه کمک به زیربناهای مهم از جمله میدان هوایی ادامه خواهیم داد لذا اکنون که به حضور نظامی در افغانستان پایان می‌دهیم بایست با اما باشیم یک جا با شرکایمان کار کنیم این در حالی است که جو بایدن در این هفته به نخستین سفر خارجیش با عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده می خواهد تعهد حکومت برهبری را با متحدین فراوقیانوسیه نشان داده و با متحدین کلیدی واشنگتن تعامل امریکا را تجدید کند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که آقای بایدن به با روزهای 11 هم تا 13 سزدهم جون در نشست گروه جی 7 یا هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در شهر کورنوال انگلستان شرکت خواهد کرد و پس از آن به بروکسل می رود جایی که به تاریخ 14 جون در نشست رهبران ناتو شرکت می کند در نشست ناتو رئیس جمهور بایدن به با آزمونهای امنیتی در آزمودت موجود در هسته اتحاد ناتو به شمول روسیه و اماهنگی زمان باقیمانده مانده خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خواهد پرداخت. آقای سلیوان در پاسخ به سوال در مورد ایجاد پایگاه های احتمالی امریکا در پاکستان جزیات بیشتر ارائه نکرده است اما گفته است که از طریق چینل های استخباراتی، نظامی و دیپلماتیک بحث های سازنده با پاکستان درباره آینده توانمندی امریکا داشته هند. تا اطمینان حاصل شود که افغانستان یک باری دیگر به پناهگاه امن گروه های القاعده، داعش و یا سایر شبکه های دشت افغانی که بر ایالات متحده حمله کنند مبدل نمی شود. اما مقامات پاکستانی رسما به ایالات متحده گفتند که اسلام آباد پس از خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان به واشنگتن پایگاه نظامی جهت عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان فراهم نمی کند و جانب ایالات متحده به گفته مقامات ارشد پاکستانی بلند کردن بحث روی این موضوع را توقف دادند.